د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب قسم هم ترکی غونډې ته چمتووالي خبر ورکوي، خو زیاتوي چې لا هم د دې ناستې جوړېدو په اړه کره نیټه نه ده په ډاګه شوې. نوموړي ویل د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي په دوحه کې دي، د دې ناستې د اجنډا پر څرنګوالي لښکې له نورو سره په خبرو بوخت دي څو په دې برخه کې یوې هوکړې ته سره ورسېږي. محب وایي چې طالبان تاوتریخوالي په دوام سرخی چې سولې ته اراده نه لري او هڅه کوي د زور له لارې واک ته ورسیږي، خو نوموړی ټینګار کوي چې افغان دولت به په هیڅ صورت د زور له لارې طالبانو ته واک ته د رسېدو اجازه ورنه کړي. تیم مذاکره ما در دوحه با هم با طالبان و هم با امریکایا در صحبت است که آمادگی برای ترکیه گرفته شود. کدام نتیجه ملموس تا بال نامدن، چون هنوز بحث سر ازی روان است که اجندای نشست چی باید باشه. یک توافق باید صورت بگیره که شاید یک زمانی دربر بگیره، ما هنوز وقتش نمیتونیم مشخص بکنیم، چون نه سر اجندا موافقه صورت گرفته شده تا بال و نه سر افرادی که اشتراک میکنه. کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې طالبان په دې هڅو کې دي چې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی ډیر کړي. این به خاطر گم ساختن آدرس اصلیشان است که در کجا هستند، به او خاطر یک جنگ روانی را برا میندازند که ما در این نقاط مرکز ثابت داریم. مرکز ثابت اصلا داشتن نمیتونند، اما پلانشان در آینده می است فشاری که اینا میخواین بیارن بالای قندهار، هلمند و روزگان در این مناطق، تلاش نیست که آهسته آهسته امیر رقم مراکز خود بتانن انتقال بتن تا او فشاری که بالای پاکستان است و در هر مجلس انتقاد میشه بالایشان از حضور رهبرای طالبان و از حضور طالبان از او کاهش پیدا کنه. پروسه صلح در جریان است و متاسفانه طالبان در این اواخر بالخصوص در شهرهای بزرگ مثل ننگرهار، هرات و مزار و شهرهای بزرگ دیگه پلان دارد که خشونت ازدیاد ببخشد. تنها روز جمعه 6 نفر ملکی دی شهرها که شامل ننگرهار و لغمان و خوست و سرپل است شهید شده، به شمول کودکان، و 21 نفر زخمی شده. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا اوزلبیا د غیر مسؤل وسلوال علي پور پر نیولو باندې ټینګار کړی دی او زیاته کړی دی چې علي پور او طالبانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته دی او په خبره د نوموړي په وړاندې عملیات روان دي او ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي.